سلام عرض میکنم خدمت همراهان همیشگی سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت. در مورد 5 سکتور اول ویزای تالنت با هم دیگه صحبت کردیم. در این ویدیو میخواییم در مورد 5 سکتور بعدی ویزای تالنت با هم صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. در مورد اقتصاد دورانی توی سکتور بعدی میخواییم با هم صحبت بکنیم. اقتصاد دورانی یکی از دستیافته‌های با ارزش دنیای علم اقتصاده که هر روز نموده بیشتری در دنیای تجارت پیدا میکنه. به طور کلی در اقتصاد دورانی در مورد رویکرد بهینه‌سازی و افزایش کارایی و منابع و کاهش اتلاف و دوری صحبت میکنیم. کشور استرالیا به عنوان یکی از سردمداران علم اقتصاد در جهت جذب نیروی نخبه در این زمینه از طریق ویزای گلوبال تالنت این رشته ها رو در نظر گرفته. بایو انرژی، سستینبل پروداکشن، ریسایکلینگ، ویست تریتمنت، ویست تو انرژی تکنولوژی، امیشنز تکنولوژی، اکولوژیکلی سستینبل مانیوفکچرینگ. در گروه بعدی در مورد علوم کامپیوتر صحبت می‌کنیم. علوم کامپیوتر از دیرباز مورد توجه خاص دولت استرالیا بوده و با پیشرفت این علم در حوزه‌های مجازی سازی، امنیت داده و اطلاعات و شبکه‌های پیشرفته نیاز روزمره این کشور به افراد حاضر در علوم بروز شده کامپیوتر بیش از پیش حس می‌شود. افراد پیشگام در رشته‌های زیر می‌توانند از طریق ویزای گلوبال تالنت اقدام کنند: Quantum Computing, Cyber Sciences, Cyber Security, Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Disruptive Technology, Smart Cities, Machine Learning, Network Engineering, Cloud Computing. در این گروه در مورد متخصصینی که در حوزه‌های تأسیسات زیربنایی و گردشگری مشغول هستند صحبت می‌کنیم. تأسیسات زیربنایی نظیر شبکه‌های ذخیره‌سازی و انتقال آب، تأسیسات مربوط به تولید و انتقال انرژی در این گروه می‌باشند و همچنین گردشگری که یکی از منابع اصلی درآمد کشور استرالیا است. به طوری که در سال مالی 2014-2015 3% از اقتصاد این کشور رو شامل و درآمدی بالغ بر 47 میلیارد دلار حاصل کرده. گردشگری صنعتی است که نیازمند بسترسازی و تهیه زیرساخت‌های علمی و عملی است. به همین جهت دولت استرالیا در برنامه ویزای گلوبال تالنت رشته‌های مرتبط با گردشگری و بسترسازی رو مورد توجه قرار داده. رشته‌های همچون Travel and Tourism Infrastructure, Water Infrastructure, Energy Infrastructure, Regional Development. در این حوزه در مورد سرویس‌های اقتصادی در بستر تکنولوژی جدید صحبت می‌کنیم. با ظهور زمینه فینتک که ترکیبی از واژه‌های فاینانشال و تکنولوژی است، علم اقتصاد و تحلیل اطلاعات مدرن به ترکیبی شگفت‌آور رسیده. به طوری که تحلیل وضعیت کنونی و گذشته و آینده نگری واقع‌بینانه در دنیای کسب و کار به کمک این رشته‌ها به کاری آسان تبدیل شده. افرادی که در گروه‌های زیر مشغول به کار هستند از طریق ویزای گلوبال تالنت میتونن اقدام بکنن. نیو بانکینگ، پیمنت سیستمز، ولف اند رکتک، بلاکچین. و اما در سکتور آخر در مورد علوم آموزش صحبت می‌کنیم. همانطور که بسیاری از افراد آگاهند، استرالیا یکی از بهترین نقاط دنیا برای آموزش و پرورش کودکانه، زیرا که این کشور سرمایه‌گذاری اصلی خود را به روی کودکان انجام میده. کودکانی که گرچه در خانواده‌های مهاجر متولد میشن، در دنیای آینده استرالیا افراد متخصص استرالیایی خواهند بود. به همین جهت مجهز بودن سیستم آموزشی این کشور به بروزترین علوم آموزشی در اولویت خاص دولت قرار گرفته و افرادی که در رشته‌های زیر مشغول به کار هستند از طریق ویزای گلوبال تالنت میتونن اقدام بکنن. Cutting edge skills in emerging fields of the industry, developing advanced educational systems and circular, improving the education infrastructure in Australia, digital data and e-research platforms.